با سلام خدمت دوستان لسون سیس درس شیش اینجوری نوشته میشه مثل انگلیسی سیس خونده میشه و مثل شیش خودمونه در را نه در این درس میخوام بهتون چند تا اصطلاح رو یاد بدم چطوری مثلا بپرسید حال یه نفر چطوره دقت کنید توی فرانسوی مثل توی فارسی برعکس انگلیسی مثل توی فارسی مثل توی آلمانی مثل توی اسپانیایی مثل توی خیلی از زبان‌های دیگه ما دو حالت داریم حالت رسمی و غیر رسمی وقتی که میگیم شما در واقع و وقتی میگیم تو رسمی شما هست تو دوستانه هست غیر رسمی میگیم خب حالا یه نفر چطوره چطور, چطور؟ معنیش چیه مثلا میخوایم بریم توی یه سایت کامنت بذاریم خب این کامنت نمیدونیم چطوری بذاریم نمیدونیم چطوری کامنت بذاریم مثل کامنت چطوری اونجا هم نمیدونید چطوری بذارید کامنت اینجوری مینویسن و گفتیم این سه وقتی بعدش مثل این سه اینجوری نباشه سه سدی نباشه این حالت پایینش رو نداشته باشه بعدش اگر او بیاد این صدای که میده ولی اینجا صدای سه میده بعد از او لو سون خب اینم کو کو منت خب که و او بخش اول کو تموم شد بخش دوم منت خب ا, ا ت آخر چیز خونده نمیشه درسته آخری کلمات چرا؟ چون جز حروف برف و کولاک درس چهار که گفتم نیست و چون خونه نمیشه ا و ان صدای چی میده؟ صدای آی تو دماغی میده آ آ کما کما كو کما کومنت می نویسن کما می خب من میرم میشه چی؟ جو که میشه من درسته رفتن ببین میس اینجوری می نویسن می میخونن درسته یعنی چی؟ یعنی ولی درسته در قبل گفتم مثلا میشو تبدیل کنید به و یعنی حالت واسه رفتن صرف شده جو و اینم آ آی و ا صدای ای میده یه ذره دهن باز میشه حالتی که مثلا میگیم ا ا جو و یعنی من میرم شما میرید یعنی چی؟ وو که میدونید یعنی شما مثلا به دوستتون علی میگید شما میرید علی به دوستتون نباشه مثلا علی فرد خیلی مهم باشه بگید علی شما میرید خب آله آله مثلا علی ارشو حذف کنید ا زد بذارید صدای میشه واسه دوم شخص صرف شده مثل مثلا پاغله ارشو حذف کنید ا زد بذارید میشه واسه دوم شخص پاغله خب واسه وو صرف میشه درس دو گفتم فکر کنم خب وو و آله خب تکی بخوایم بخونیم این میشه وو این هم میشه آله ولی با هم که میخونیم چون بعد از اس صدای آ میاد این سه صدای ز میده یعنی این با هم که خونده میشه میشه ووزاله ووز آله ووزاله خب پس چرا این صدای ز خونده شد در حالی که این تنها صدای وو میده چون بعدش حرف صدادار آ اومده حالا من میام سوالی میکنم وقتی سوالی میخوام کنم فعل رو در واقع میارم اول شما میرید میشه چی؟ وو زاله میرید شما آله رو میاریم اول وو رو میارم دوم یه دونه خط اینجوری هم موقع سوالی کردن که فعل میاد اول میذارن بین این دوتا پس اینجا میشه آله وو وو. دیگه اس این خونده نمیشه چرا چون بعدش حرف صدا داره آ اینجا نمیاد که آ رفت اول فعل در واقع کامنت هم بذارم اولش دا همون صدای کما میده و ببینید اینجا ما آ داریم درسته و اینجا ت داریم ت به تنهایی توی کامنت توی کما خونده نمیشه ولی کما وقتی بعدش آ که بیاد ت خونده میشه میشه کمانت 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 تاله وو کمانت تاله وو وو این یعنی حال شما چطوره؟ معنی لغویش چیه؟ کما یعنی چطور؟ آله یعنی میرید؟ شما شما چطور میرید؟ حالا اول حالتون چطوره؟ اینجوری میگن توی فرانسوی شما هم در جوابشون میگید چی؟ میگید جوه من میرم بیا بی بیا 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 منم میرم بیا یعنی خوب بیا یعنی به خوبی من میرم به خوبی یعنی حالم خوبه در واقع این یکی از چند روشی است که میتونیم سوال و جواب کنیم حال شما چطوره؟ حالم خوبه کما تلوو جو بیا خب حالا تو اسپانیایی مثلا اینو خود بین تلفظ میکنن چیزایی دیگه هم هست کما سوا سوا بیا سوا سوا بیا سوا بیا مرسی جو بیا مرسی میتونید اینجا مرسی هم بذارید مهم این بود که صرف من میرم و شما میریدم با این حالتت طرز سوال که حال یه نفر چطوره به صورت فرمال به صورت رسمی یاد گرفتیم تا درس بعد خدا نگهدار au revoir.